اوایل شهری بر ماه سال 1396 اتفاق هولناکی توی یکی از کافه سمت پیروزی تهران رخ میده اهالی محل از بوی بدی که از داخل مغازه به بیرون می اومده متوجه موضوع میشن برای همین سریعا ماجرا رو به پلیس گزارش میدن پسری حدوداً 27 ساله داخل مغازه در حالی که به شدت زخمی شده بوده جون خودش رو از دست داده پلیس تحقیقات خودش رو شروع میکنه سلام رفقا مهدی هستم همراه و روایتگر پرونده های جنایی از کانال مهدی تیوب امشب با یک پرونده عجیب و دلخراش از تهران در خدمت شما هستم خوشحال میشم برای اینکه از کانال خودتون حمایت کنید صفحه ما رو سابسکرایب زنگوله کنارش رو فعال و ویدیو رو لایک کنید بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت دعوت ساعت حدودای 5 بعد از ظهر شش شهری بر ماه سال 96 کسبه های اطراف مغازه مرتزای سی و ساله توی یکی از محله های پیروزی تهران متوجه موضوع عجیبی میشن دو نفر از مغازدارهای دیوار به دیوار مرتزا متوجه میشن که از داخل مغازه مرتزا بوی خیلی بدی میاد به قضیه مشکوک میشن آخه چند روزی بوده که مرتزا مغازه رو باز نکرده بوده و رفت و آمدی هم اونجا نداشته موضوع رو به بقیه مغازدارها اطلاع میدن و بعد از اینکه که میبینن کاری از دستشون بر نمیاد تصمیم میگیرن تا ماجرا رو با پلیس در میون بذارن نیروهای پلیس هم بعد از ثبت این گزارش وارد عمل میشن و به محل مورد نظر میرن. مامورا با دستور قضایی مغازه مرتضا رو باز میکنن تا ببینن موضوع و ماجرا از چه قراره. متاسفانه به محض اینکه کرکره مغازه به بالا میره، صحنه دلخراشی ترسیم میشه. پسری داخل مغازه روی صندلی نشسته بوده و سرش هم روی میز بوده این در حالی بوده که بالا لخت بوده و ضربات چاقوی زیادی از پشت بهش وارد شده بوده مامورا بررسی های میدانی خودشون رو انجام میدن دو تا چاقوی بزرگ در حالی که رنگ خون به خودشون گرفته بودن تو قسمت بار کافه توی سینک زفشوی بوده روی زمین هم لکه های خون به صورت قطره قطره ریخته شده بوده جلوی مغازه به شدت در داغون بوده و تابلوهای داخل مغازه هم روی زمین ریخته شده بودن پلیس بعد از انجام بررسی های اولیه جنازه را به پزشکی قانونی منتقل میکنه و با اهالی و ساکنین محل ارتباط میگیره تا راجع به موضوع اطلاعاتی به دست بیاره همسایه ها هم میگن چند روزی میشده که کلا از ماجرا بیخبر بودن یکی از مغازدارها میگه بالای چهار روزه که مرتزا به مغازه نیومده و مغازش بسته بوده اونا نمیدونن که این اتفاق چه زمانی رخ داده محمد به معمورا میگه اون شخصی که داخل مغازه به قطر رسیده رو چند باری توی رفت آمده به کافه دیده اما اون مرتزا نیست محمد به مامورا میگه این اواخر کافه مرتزا پاتوق افراد نامناسبی شده بوده دختر و پسرهایی که وضعیت مناسبی نداشتن به اونجا میومدند و موقع رفتن هم حالت غیر عادی داشتند ما نسبت به این موضوع به مرتزا اعتراض کرده بودیم اما اون به حرفمون گوش نمیداد و مجبور شده بودیم که به اماکن اطلاع بدیم نیروهای اماکن هم یکی دو بار کافه این پسر رو پلم کرده بودن ولی مشخص نبود که به چه طریق به سه روز نمی کشید که اون خیلی راحت پلمپ به کافش رو کاملا قانونی باز می کرد محمد میگه آخرین باری که مرتزا رو دیده همون چهار روز پیش بوده این پسر میگه من بین کسبه های داخل این محل بیشتر از همه سر کار میمونم و دیرتر از همه هم به خونه میرم اما اون روز مرتزا کافر رو تا دیر وقت باز نگه داشته بود مشتری خاصی هم نداشت من وارد مغازه شدم و ازش یه قهوه گرفتم با هم هم کمی خوش بش کردیم همه چیز عادی بود و من نسبت به چیزی مشکوک نشدم حتی ازش پرسیدم که چرا تا اون تایم توی مغازه است و هنوز مغازه رو باز نگه داشته که به هم گفت قرار تا همسرش به دنبالش بیاد برای همین هم منتظر اونه محمد میگه ما دیگه از فردای اون روز نه مرتزا رو دیدیم و نه رفت و آمدی به کافر رو شاهد شدیم هر اتفاقی هم که افتاده باشه همون شب رخ داده چرا که بعیده که ماجرا مربوط به زمان دیگه ای بوده باشه پلیس اظهارات این پسر رو ثبت میکنه و با توجه به موضوع تحقیقات تخصصی خودش رو شروع میکنه پزشکی قانونی اما جنازه ای که داخل مغازه مرتزا بوده رو بررسی میکنه و مشخص میشه که جنازه متعلق به فردی به اسم جواد هست که حدوداً 27 سالشه طی بررسی هایی که انجام میشه مشخص میشه که این پسر بالای چهار روزه که به وسیله ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده آزمایش های لازم از جسد صورت میگیره و هویت این فرد به طور کامل به دست میاد پلیس مشخصات خانواده اون رو به دست میاره و ماجرا رو به اونها اطلاع میده پدر جواد از شنیدن این خبر تعجب چندانی نمیکنه و میگه براش اهمیتی نداره چرا که جواد رو دیگه پسر خودش نمیدونسته اون میگه جواد از وقتی از اونها جدا شده دیگه برای خودش زندگی کرده اونا با هم اتمام حجت کرده بودن که حتی اگه یکیشون بمیره هم براشون فرقی نکنه مادر جواد اما بعد از شنیدن موضوع حالش به شدت بد میشه این مادر میگه شوهرش با پسرش به شدت توی اختلاف بوده و اونا بعد از چند سال کش و توی خانواده مجبور به جدایی شدن این مادر میگه جواد بعد از اینکه از پدرش جدا شد خودش تصمیم گرفت تا روی پای خودش وایسته برای همین هم به دنبال کار افتاد من باهاش در ارتباط بودم و خبر داشتم که داره چی کار میکنه تصمیم گرفته بود که یه کافه را بندازه شوهرم نسبت به این موضوع حساس بود و قبول نمی کرد که پسرم تو چنین محیطی کار کنه برای همین هم آخرین درگیری بینشون سر این قضیه به وجود اومد پسرم به طور کامل از خونه خداحافظی کرد منم هر چقدر سعی کردم اجازه ندم کار به اینجا بکشه نتونستم شوهرم یکم تنده و روحیات عصبی داره کاریم از دستمون بر نمیاد مادر جواد میگه شخصی که جواد باهاش تصمیم گرفته بوده کافه را بندازه اسمش مرتزا بوده یعنی همون صاحب کافه ای که جسد جواد از اونجا پیدا شده بوده اون میگه پسرم بعد از اینکه کافه رو را, را انداخت با دختری آشنا شده بود ماجرا رو به هم اطلاع داده بود من دو سه باری اون دختر رو دیده بودم به نظرم دختر خوبی میومد این مادر میگه من در همین حد از زندگی جواد مطلعم و بیشتر از این چیز دیگه ای نمیدونم مامورا اظهارات این مادر رو ثبت میکنند و با توجه به گفته های اون تحقیقات برای پیدا کردن دوست دختر جواد و همچنین مرتزا شروع میشه. پلیس طی بررسی هایی که انجام میده محل زندگی مرتزا رو پیدا میکنه. اما آدرس آدرس سابق اون بوده و اونا خیلی وقت بوده که از اونجا نقل مکان کرده بوده. متاسفانه مشخصات دیگه هم از مرتزا در دسترس نبوده تا اینکه یه گزارش اطلاعات جدیدی از این پسر رو در اختیار مامورا قرار میده زنی با این عنوان که بالای یک هفته است از شوهرش خبری نیست به اداره پلیس مراجعه میکنه و احتمال میده که اون بهش خیانت کرده برای همین از این بابت شکایت داشته از طرفی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق هم ثبت کرده بوده طی بررسی ها معلوم میشه که در واقع این زن همسر مرتزاست مریم توی اداره پلیس میگه از دوم شهریوری که همسرش از خونه خارج شده و دیگه هم به اونجا بر نگشته مریم میگه تا سه روز پیش با هم تلفنی حرف میزدیم اما توی این سه روز تماس های تلفنیمون هم کنسل شده و الان نمیدونم که اون کجاست و داره چی کار میکنه توضیحات این زن کمی ابهام برانگیز بوده پلیس نسبت به حرف های اون مشکوک شده بوده ولی با این وجود این گزارش رو هم به پرونده مرتزا اضافه میکنه و از مرگم میخواد تا تا زمانی که جزئیات پرونده مشخص نشده جایی نره و در دسترس باشه معمورا موضوع رو به این زن هم اطلاع میدن مریم از شنیدن موضوع ناراحت میشه اما رفتارش کمی مصنوعی به نظر میاد و شک پلیس رو نسبت به خودش بیشتر میکنه پلیس آدرس خونه جدید اونها رو هم ثبت میکنه و با دستور قضایی به اونجا میره تا داخل خونه مرتزاینا هم بررسی بشه داخل خونه مریمینا عادی به نظر می اومده از طرفی هیچ نشونه ای از این شخص اونجا پیدا نمیشه پلیس بعد از انجام بررسی ها تلفن تماس مریم رو ضبط میکنه تا اون رو هم مورد بررسی قرار بده شاید از این طریق بتونه اطلاعاتی از مرتضا به دست بیاره اما با موضوع جالبی روبرو میشه موقعی که جسد جواد توی کافه پیدا میشه توی بررسی ها تلفن اون در دسترس نبوده و احتمال داده میشه که به سرقت رفته از طرفی وقتی پیام ها و تماس های داخل گوشی مریم چک میشه معلوم میشه که اون ارتباط نزدیکی با جواد داشته مامورا بعد از اطلاع از این موضوع از مریم میخوان تا راجع به این موضوع توضیحاتی بده اون هم میگه از اونجایی که جواد شریک کاری همسرش بوده باهاش در ارتباط بوده و با هم مثل خواهر و برادر بودن و هر از گاهی با هم شوخی میکردن سوالات تخصصی پلیس در رابطه با این موضوع مریم رو به حچل میندازه و اون خودش رو لو میده مریم تناقضگویی های خیلی زیادی داشته برای همین هم به عنوان مزنون این پرونده بازداشت میشه همزمان پلیس تحقیقات خودش رو برای پیدا کردن دوست دختر جواد هم آغاز میکنه مشخصات چندانی از این شخص در دسترس نبوده برای همین تحقیقات همچنان ادامه داشته از طرفی بازجویی ها از مریم به عنوان مزنون پرونده آغاز میشه توی همین بازجویی ها هم موضوعات جالب دیگه ای روشن میشه گویا مریم در رابطه با جواد بوده و این دو نفر به خونه همدیگه رفت و آمد داشتن مریم میگه بعد از اینکه جواد با مرتزا تصمیم گرفتن کافه را بندازن من با جواد آشنا شدم پسر خیلی جذاب در عین حال کاری بود برعکس شوهر من که یه عیاش به تمام معنا بود هر کسی رو که میدید سری باهاش گرم می گرفت اما روی من به شدت غیرت داشت و تحمل نمی کرد که کسی به من چپ نگاه کنه درسته که این قضیه برای من زیبا بود اما بعد از یه مدت دیگه خسته شده بودم اون هر کاری که دلش میخواست رو انجام میداد و فقط بلد بود که من رو محدود کنه جواد کسی بود که باعث شد من جسارت پیدا کنم و جلوی شوهرم وایستم که به هم زور نگه از لحظه اولی که دیدمش بهش دل دادم دلیل اصلی این اتفاق هم سردی بود که بین من و مرتزا افتاده بود و دیگه هم نمیشد کاریش کرد. یه خورده باهاش ارتباط گرفتم و فهمیدم که کسی توی زندگیشه اما برام اهمیتی نداشت. اونقدر براش اشوه اومدم و باهاش صمیمی شدم که کم کم به سمتم جذب شد نمیدونم موضوع چی بود اما بعد از یه مدت خیلی راقب شده بود که با هم وارد رابطه بشه و من برای اون بشم این اواخر همیشه اون پیگیرم بود و با هم تماس میگرفت منم که کلن از خدام بود برای همین انرژی بیشتری صرف این رابطه میکردم کم کم جواد به خونمون هم راه پیدا کرد مواقعی که مرتزا به کافه می رفت اون مستقیم به خونه ما میومد و ما تا آخر شب که مرتزا به خونه برگرده با هم تو رابطه بودیم یه مدتی این جریان ادامه دار بود تا اینکه جواد به هم گفت احساس میکنه که مرتزا از ماجرا با خبر شده من چنین احساسی نداشتم برای همین بهش گفتم حتی اگه با خبر هم بشه من از خدا می که ازش جدا بشم و با تو باشم دقیقا چند روز بعد از این ماجرا بود که یهو هم جواد و هم شوهرم قیبشون زد من هنوزم باورم نمیکنم که شوهرم از ماجرا بوی برده باشه چرا که اون هیچی به هم نمی گفت. حتی توی این مدت هم ما با هم تلفنی حرف می زدیم این دو سه روز آخر تماس همون قطع شده و ازش بیخبر شدم پلیس اظهارات مریم رو ثبت میکنه مامورا احتمال میدن که ماجرا مربوط به یه دعوای ناموسی باشه و جواد به خاطر این موضوع به قتل رسیده اونچه که مشخص میشه این بوده که مرتزا مظنون اصلی این پرونده است و باید هر چه زودتر پیدا بشه از طرفی هیچ اطلاعاتی هم از دوست دختر جواد در دسترس نبوده که بشه اون رو هم پیدا کرد و حرفهای اون رو هم شنید چند روزی از این ماجراها ها میگذره پلیس تصویر مرتزا رو به تمامی شعبات اداره پلیس توی سطح تهران و بعضی از شهرستانها که احتمال این میرفته که مرتزا به اونجا بره ارسال کرده بوده بعد از گذشت این چند روز اما دوربین های مداربسته یکی از تقاطوهای منطقه شهرک پردیسان کرج تصویر مرتزا رو ثبت میکنه این پسر سوار بر یه ماشین مدل بالا بوده و در حال عبور از تقاطع ماموران موفق میشن تا رد مرتزا رو بزنن این پسر توی یکی از خونه های ویلایی اون منطقه در حال زندگی بوده و یه جورایی خودش رو مخفی کرده بوده پلیس عملیاتی اطلاعاتی موفق میشه تا مرتزار رو موقع خروج با ماشین از اون ویلا شناسایی و بازداشت کنه این پسر به اداره پلیس منتقل میشه و بازجویی ها از این شخص آغاز میشه مرتزا تو اظهارات اولیش میگه از چیزی اطلاع نداره و نمیدونه که حتی توی کافش چه اتفاقی افتاده تصاویر دوربین های مداربسته مغازه های دور و اطراف اما چیز دیگه ای میگن طبق این تصاویر اواخر همون شبی که مرتزا مغازه رو بازنگه داشته بوده جواد به اونجا میاد مشخص نبوده که چه اتفاقی بین اونها میفته اما نیمه های شب بوده که مرتزا با حالتی شتاب زده مغازه رو میبنده و با سرعت از اونجا دور میشه مرتزا بعد از اینکه با این شواهد روبرو میشه مجبور به اعتراف میشه و همه چیز رو به پلیس میگه این پسر میگه جواد دوست پنج ساله اونه و اونا با هم رابطه خیلی خوبی داشتن مرتزا میگه جواد میخواست برای خودش یه کار شروع کنه منم قرار بود که یه شریک پیدا کنم تا بتونم باهاش یه کافه را بندازم بهش پیشنهاد همکاری دادم اونم هم قبول کرد و با همدیگه به هر زحمتی که بود کافر رو را راه انداختیم اوایل همه چیز خوب بود تا اینکه من چشمم به دوست دختر جواد افتاد باهاش شوخی داشتم و هر از گاهی به دوست دخترش نزدیک می شدم. جواد هم عصبی میشد اما نمیتونست کاری کنه دو باری به هم گفته بود که عوضش رو با زنم در میاره ولی من باهاش تند برخورد کرده بودم و گفته بودم که اگه به زنم شب نگاه کنه زندش نمیذارم من توی یه مدت کوتاه کاری کردم که دوست دختر جواد از اون ناراضی بشه و اونا به مرز جدایی برن جواد هم میدونست که من این کارا رو کردم برای همین دنبال این بود که عوضش رو در بیاره من حواس جمع شده بودم و اجازه نمیدادم که اون به زنم نزدیکی کنه ولی مثل اینکه قضیه برعکس بوده و زنم از اون خوشش اومده بوده بعد از یه مدت متوجه شدم که اونا با هم رابطه دارن تا جایی که جواد به خونه ما رفت و آمد داشته از این موضوع خیلی عصبی شده بودم و تصمیم گرفتم که ماجرا رو به جواد بگم همون شبی که مغازه رو باز نگه داشته بودم جواد رو به اونجا صدا کردم و موضوع رو باهاش مطرح کردم به هم گفت که اول من باعث شدم تا این اتفاق بیفته منم بهش گفتم که من با دوست دختر تو این کارو کردم و حتی باهاش رابطه هم نداشتم اما تو کاری کردی که زن من به هم خیانت کنه وسط همین بحث عصبی شدم از قبل تا چاقو آماده کرده بودم با همون چاقوها به جون جواد افتادم و اجازه ندادم که دیگه حتی حرف بزنه بعد از اینم که کشتمش جنازه رو رها کردم و چاقوها رو انداختم توی سینک اون لحظه هیچ چی به ذهنم نمیرسید تنها کاری که به ذهنم رسید فرار بود برای همین خودم رو جمع و جور کردم و از اونجا دور شدم پلیس اظهارات این پسر رو ثبت میکنه و مشخصات دوست دختر جواد پریا رو هم از اون میگیره پریا هم توسط پلیس بازداشت میشه این دختر توی اداره پلیس در اظهارات خودش تایید میکنه که بعد از جدایی از جواد به خاطر موضوعاتی شخصی یه مدت با مرتزا وارد رابطه شده بوده اما از اونجایی که فهمیده اون متعهله رابطهش رو باهاش قطع کرده و از چیز دیگه هم مطلع نیست بند و باری یه شخص زندگی سه خانواده رو به هم میریزه پلیس پرونده مرتزا رو تکمیل میکنه این پسر صحنه جرم رو توی مغازش بازسازی میکنه و بعد همراهی بازداشتگاه میشه تا دادگاهش برگزار بشه مرتزا متهم به رابطه نامشروع و قتل عمد میشه از طرفی زنش هم متهم به رابطه نامشروع میشه جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه مرتزا وارد جایگاه میشه و میگه این جواد بود که باعث شد تا زندگی من از هم بپاشه و من کار اشتباهی نکردم مریم هم توی جایگاه میگه شوهرش اون رو به شدت اذیت میکرده و از اون خیلی ندیده بوده برای همین هم دست به چنین کاری زده قاضی اما با توجه به درخواست خانواده های مقتول بعد از بررسی شواهد و مدارک موجود مرتزا رو به قصاص و مریم رو هم به 99 ضربه شلاق محکوم میکنه خیلی خوشحالم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات قتل و تجاوز به دنبال یه نزاع دست جمعی هست رو حتما 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 ببینید